بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن ماجد في قرآن بواد منظري رحمن بواد إن جايها في زان بواد بادا مبارك باشما إن مجلس قرآن بواد منظري رحمن بواد إن جايها في زان بواد بادا مبارك باشما. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو نيس زندگی دنیا مگر لعب بازیچه ولهو بهوده وللدار الاخره و هرچه زندگی آخرت که است بسیار بهتر است للذین یتقون به کسانانی که تقوا حاصل میکنند. افلا تعقلون آیا شما نمیدانید؟ قد نعلم. پس در اینجا شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله تفسیر دانه و نام تیسیر کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان کلش در یک جلد است. تفسیرش از جهت لغت بسیار لغت کم ترجمه کرده ولی معنا و مفهوم آیت به شکل کلی برات میده. بسیار قاعده خوب خوب داره. در اینجا فقط در اینجا ما یک چیزش براتون نقل کردیم. میگه که اینمی حقیقت دنیا است و آخرت و حقیقت آخرت است. حقیقت دنیا و آخرت مگر از این آیت بفهم. هرچه حقیقت دنیا که است فانها لعیب و لهو لهو لعیب است مثل که در آیت بر ما گفت. پس لهو است در ابدان خود دمو چیز دمو خوب جسیم شدن چی میتی؟ فریب میتی که بسیار صحتمند باشی بسیار جسیم باشی بسیار زورور باشی بسیار پهلوان باشی قوی باشی. و لهو فی القلوب و لهو است امی قسم در قلب ها قلب تا بازی میتی ای چرا میفهم هر چی هست و نیست امی دنیا است مستم. فالقلوب لها والهتون و النفوس لها عاشقتون قلب است که دو فریب میخوره و نفوس است که عاشقی از او است و همین قسم هموم و فیها متعلقتون قصد ها دو کلش بند کرده شده است به می دنیا به می دنیا بدن خود فریب میته قلب عاشقش است همت ها متعلق به میست که باید امی دنیا را چی کنه؟ کسب کنه. والاستغلال بها کلعب الصبیان و از این فایده گرفتن مثل عزیز مثل امو ما گفتم امو ساعتری تفلاواری همراه سامان بازیشان. و اما الاخره هرچی آخرت که است فا اینها خیرون این بسیار بهتر است للذین یتقون به کسانانی که تقوی حاصل میکنن فی ذاتها و صفاتها هم در ذات الله و هم در صفات الله و همی قسم و بقائها و دوامها در بقا بودن باقی بودن آخرت که همیشه از بین نمیره و همین قسم در دوام آخرت که هست به خاطر الله بر ما وعده کرده. وقتی که الله دائم است بر ما وعده کرده همین قسم دنیا را هم به ما گفته که فانی است و آخرت را به ما گفته که باقی است. فیها به قسم تشمیهی که هیچ نفسی او را تا حال ندیده و نه هم نه او را لذت برده تلذ و نه هم چشمه های او را دیده من نعیم القلوب از نعمت های قلب ها و امی قسم از کسرت سرور و افراح خوشحالی که دو است. ولیکن مگر لیت لکل احد امی به هر کس نیست. کسایی است که دنیا را انتخاب کرده و کسایی است که چه انتخاب کرده؟ آخرت. و اینما هی للمتقین اینمی سرور خوشحالی فرح نعمت های دائمی جاودان همیشه در جنت حور بهشتی همه للمتقین با پرهیزگار است. الذين يفعلون این تقوا را اینجا ما به خاطر برات گفتم خواه متقی چیز الذين يفعلون اوامر الله متقین کسانی هستند که انجام میتن اوامر الله را و یترکون نواهیه و زواجره و ترک میکنن منهیات الله را و زواجر الله را آن چیزی که زجر گفته ترک گفته او را ترک میکنن. افلا تعقلون افلا یکون لکم عقول ای مردم آیا به شما عقل ندارین که چیز باقی را بگیرین و چیز فانی را ترک کنین؟ پس اگر کسی بان هم
فانی را گرفت دنیا را گرفت و باقی را ترکت به مثابه عزیز که چی نداشته باشه؟ عقل نداشته باشه. افلا تعقلون افلا یکون لکم عقول آیا نیست به شما حق عقولی که بما تدرکون که بدانین که الذین حق بالایثار کدامش است حق مستحق به ایثار که ما وقت خدا جان خدا قربان از او بکنیم پس کدامش میارزه؟ آخرت و ما الحیات الدنیا و نیست زندگی دنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره مگر هر چه زندگی آخرت که است خیر بسیار بهتر است للذین یتقون به کسانی که از الله میترسند اوامر الله را عملی میکنند و اجتناب از نواهی و زواجر الله میکنند افلا تعقلون آیا شما عقل ندارین که آخرت بر دنیا ترجیح بدین قد نعلم تسلیت از به پیامبر علیه الصلاه و السلام بکی قد نعلم به تحقیق ما میدانیم انه لا يحزنك خامخا غمگین میسازن تو را الذي کسایی که یقولون میگن ام قولك الذي ام قولك یقولون میگن ام مشرکین چی میگن ساحر و کاهن و شاعر و کاذب یقولون جمع آورد زیاد میگن یا قولشان ساحر کاهن شاعر جادوگر فلان فلان دو زده میره فإنهم پس ایشان لا یکذبونک تکذیب تو را نمیکنن ولکن الظالمین ولکن با آیات الله یجحدون منکر هستند اینو به برتون گفتم که به سبب کی نازل شده پیش گفتم ابو جهل آمد پیش پیامبر علیه الصلاه و السلام که یا رسول یا محمد ما تو را چیز تکفیر نمیکنیم ولی انکار میکنیم ما تو را خوب آدم میدانیم تو محمد بودی، امین بودی، صادق بودی، راستگو بودی، جی بودی، وی بودی، بودی. بالاخره چیزی که تو آوردی ما او را قبول نداریم. رسالتی که تو آوردی ما رسالت تا قبول نداریم. فقط تو از رسالتت کمک پایین بیا، دیگه پس دمو سر چیستا؟ سر قلبای ما جای داری. ابو جهل امرای قصش بروزم برتون گفتم در سوره صاد میاد. خدا اینجا به خاطر کته زیاد کمک تطبیق میخوره که خوب بفهمین بار یک بار کمک برتون ذکر میکنم ابو جهل همراه 25 نفر از مشرکین مکه پیش ابو طالب آمدن و گفتن کی ابو طالب امی بیادرزادت محمد همیشه خداهای ما را دشنام میزنه نه لات بر ما میمانه نه عزا میمانه نه منات میمانه نه ای میمانه نه او میمانه خیلی کار بکو که ما را امرای از او رو برو بکو یا کمک گپای ما را قبول بکنه و ما هم گپ از او را قبول میکنیم اگر خواسته باشه ما بهترین دختری که اگر زن بخواهد بهترین دختر را در اختیارش میتیم اگر ما داشته باشیم خوب اگر نداشته باشیم از هر جا بخواهد برش میتیم اگر سیادت و رهبری قریش بخواهد ما همی سیادت و رهبری قریش هم برش میتیم تا آخر که هست اونمو کلان چی باشه؟ قوم باشه اگر و ای را هم برش میگیم که از اولادش هر کس را که بگویه بعد از او تا چقدر که دنیاست تا اون وقت چی باشه سیادت ازی باشه اگر پول بخواهه هر قدر بخواهه ما برش میتیم اگر نبود از دیگه جا برش جمع میکنیم میتیم اگر بخواهه که در جای جنگ بکنه ما افرادش هستیم میریم جنگ بکنیم به شرطی که یک گپ ما را بپذیره و امی خداهای ما را دیگه چی نگویه بد و رد نگویه ابو طالب که حامی پیامبر علیه الصلاه و السلام بود حقانیت پیغمبر را درک کرده بود ولی ایمان برش نیاورد ایمان نیاورد کافر مشرک مرد پس گفت سعید ابو جهل هم خوب بیادرش میشد ابو سفیان بیادرش میشد همه را جمع کرد و به پیامبر علیه السلام گفت یا محمد اینی کلش قوم تست آمدن از تو یک درخواست دارن گپشان بشنو بعد از او اگر امکان داشت امرایشان جرامت یعنی شوه کمی جنجال از چه شوه؟ ورداسته شوه گفت چی میگن؟ گفت میگن که تو گفت اگر یا صد کلمه هم بگو یا ما قبول میکنم به شرطی که از ما یک کلمه ما قبول بکنم ابو طالب بابا گفت که یک شما خواهر چی میگن؟ از ایر هم یک اپش قبول میکنین؟ گفت ما از ایر یک اپش قبول میکنیم ای که قدر گپای ما را قبول بکنه ما هم یک اپش قبول میکنیم اول همی بگو یک اپش چی هست؟ گفت بگوین که قولوا لا اله الا الله بگوین که غیر از خدا هیچ معبود بر حق نیست هیچ معبود بر حق نیست اونا رفتن قبول نکردن گفتن اگر این یک اپ بزنیم خود دیگه مشکل نمیمونه اگر بگوین که لا اله الا الله این معنی که نه لات هست نه وزات هست نه منات هست نه ما هستیم آخرت هم هست همه
پادشاهی زمین و آسمان هم از آن الله است، هیچ چیز نمیمونند، پس رفتن. اموز که در سوره سات قصهش بر ما میگه که انمشو واصبروا علی آلهتکم ان هذا الا شیء یراد، نیست امی مگر او چیزی که اراده کرده شده، خواسته شده. پس به این خاطر اونا پس رفتن، گفتن نه جرامت نمیشه. اگر یک قول ما قبول بکنیم خود دیگه هیچ چیز بر ما نمان. پس اینجا هم تسلیت میده. قد نعلم و بتحقیق میدانیم ما الله میگه انه لا یحزنک، خامخات را غمگین میسازن. الذی آن چیزی که یقولون میگویند ساحر استی، کاهن استی، شاعر استی، فانهم پس ایشان لا یکذبونک، تکذیب تو را نمیکنن، معتقد به تکذیب تو نیستن، ولیکن چی میکنن؟ انکار از رسالت تو میکنن. ولكن الظالمين ولكن ظالم استن بآيات الله بآيات الله يجحدون انكار میکنن. ولقد كذبت دیگه تسلیت به پیامبر علیه الصلاة والسلام، بتحقیق ما فرستاده شده رسول بسیار پیغمبرای من قبل که پیش است، اونا هم فصبروا، پس صبر کردن. تو هم صبر کو، فصبر کما صبروا، صبر که تو هم مثل کو صبر کردن. نوح صبر نکرد 900 سال، صبر کرد. هود صبر نکرد، صبر کرد. صالح علیه السلام صبر نکرد، کرد. موسی علیه السلام صبر نکرد، کرد. تو هم صبر کو. این نیست خو که گویا پیامبر علیه السلام بی صبر شده باشه، صحیح است؟ بلکه گفتم که در این در اصل مقصد دی آیتا افهام و فهماندن موتو است که در مسیر دعوت هیچ وقت سست نشو، از گپت هیچ وقت که حق بودی عقب نرو، معامله گری به خاطر دین، به خاطر چوکی، به خاطر پول، به خاطر زن امرای کس نکن. هر چیزی که فهمیدی حق است، ولو که هر مصیبت برات میرسید با جبین گشاده چه بکن؟ قبول بکن. فصبروا، پس صبر کردن. علاما کذبوا، با آن ازیتهایی که برشان رسید تکذیب شدن. علاما کذبوا، با آن چیزی که تکذیب کرده شدن. آیا نوح نگفتن که دروغ میگی؟ گفتن. صالح نگفت که دروغ میگی؟ گفتن. موسی را نگفت که دروغ میگی؟ عیسی را نگفت که دروغ میگی علیه السلام؟ پس همه را گفتن که تکذیب کردن. تو را هم تکذیب کردن؟ قبول بکن، خیر است. و اوذو، و اذیت هم برشان رسید، عمیق قسم ضررای هم برشان رسید. او اوذو، ضررای هم برشان رسید، خاصتا ضررای زبانی، به خاطر که در عمل چیزی کردن نتانستند. حتی تا اینکه اتاهم نصرنا، آمد نصرت ما. نصرت ما همی بود که فرعون غرق شد، موسی علیه السلام نجات یافت. نصرت ما همی بود که بالاخره نوح را در کشتی نجات دادیم، برآمد در کشتی، دیگه کلش چی شد؟ غرق شد. نصرت ما همی بود که لوط علیه السلام را امرای کسایی که ایمان آورده بود نجات دادیم، دیگه همش از بالا سنگسار کردیم و در سنگ هر کدام نامش چی بود؟ نوشته بود. ولا مبدل لكلمات الله، نیست تبدیل به حکم الله. الله فیصله که بکنه او را حتما انجام میده. ولقد جاءك بتحقيق آمد به تو من نبأ المرسلين، از خبر پیغمبرای پیشین، من نبأ از خبر المرسلین، فرستاده های گذشته. و ان كان كبر عليك اعراضهم، مقصود آیات حمل پیغمبر علیه السلام به صبر و تسلیم است. امی آیات و این کان کبر علیک، و اگر چی است بسیار سخت تمام میشه، بزرگ تمام میشه برای تو، اعراضهم روگشتاندنشان از اسلام، که چرا یا قبول نمیکنن؟ قوم ما است، حق برشان میگم، در قریش است، برادرای پدر ما است، امرای عبدالله از یک پدر از عبدالمطلب پیدا شدن، همه بنو هاشم هستند، همه بنو عبد مناف هستند، بالاخره از یک پشت و دو پشت به اصطلاح ما و شما هم از یک هزار بند چیستا پیدا شدن. چطور اونا دعوت ما را قبول نمی کنن و بان هم اعراض می کنن از چیز؟ از اسلام، از رسالت. عین شکلی که مثلا یک کس در خانه خود دعوتگر است، دعوت می کنن و مثلا برادر داره، بچه ماما داره، بچه کاکا داره، خواهر داره، مادر داره، اونا به می دعوت حقیقی از این لبیک نمیگن، طبیعی که چی میشه؟ خسته میشه، صحیح است؟ که خو این برادر ما، پدر ما، کاکای ما، مامای ما، عمه ما، خاله ما، بیادرزاده ما، خورزاده ما، یا چرا نمیخواین که به می چیزهایی که الله برشان گفته و من حیث مسلمان باید او را قبول بکنن، در زندگی خود پیاده بکنن، چرا او را عمل نمیکنن؟ پس دبایی چی میشن؟ غمگین میشه. میگه اگر چه به پیغمبر علیه السلام میگه که سر تو سخت تمام میشه، اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، إكي تبي تلبي نفقا في الأرض، نفق شنو ميجا؟ صراخرة،
نفاق چی سوراخ نفاق را ما وقت گفته بودیم تقریبا در اصول تفسیر یا در سلسله درسایی که درباره منافقین آمد در اول صحیح است که نفاق امو سوراخ را میگه اصلا که دو چی داشته باشه دو را داشته باشه نفاق در سعودی امو سوراخ را میگه تونل را میگه که از یک و از یک طرف زد دیگر طرف بر آمد اوجه ترجمه کرده بودیم که منافق هم گاهی مسلمان است گاهی چی کافر خدا اینجا مطلق سوراخ است ان تبتغی ای قدر سر تو سخت تمام شود که بگوی از پیش از یا برم دمی سوراخ درایم او سلمن فی السما یا بیا یا تبتغی سلمن یا تو به طلب یک زینه که بالا شوی در آسمان همینطور سرت سخت تمام میشه یعنی این معنی که به اصطلاح ما و شما نه زمین جایش میته نه آسمان فتأتيهم بآية پس بیای الله متعال با یک نشانه واضح ولو شاء الله اگر بخواه الله لجمعهم على الهدى جمعشان میکنه بالا هدایت فلا تکونن من الجاهلین پس نشین ای مسلمان ها شما فلا تکونو نمیگه پیغمبر پیغمبر علیه الصلاة جاهل نبود پس کل مسلمان ها را میگه که دایار ای مردم فکرتان باشه که با جهالت نروین از دعواتتان عقب نشینی نکنین پس ولو شاء الله لجمعهم جمع مفسرین میگه کی حجت از بسر قدریه بسر چی؟ بسر قدریه فلا تکونن پس شما نشوین من الجاهلین انما جزئی نیست یستجیب الذین یسمعون الله اجابت میکنه از کسانان که میشتون میشتون چی را؟ قرآن را و سمع عموز که بهش ایمان بیاره برش قبول بکنه انما جزئی نیست یستجیب و اجابت میکنه الذین کسانان که یسمعون میشتون گپ تو را کسی قبول میکنه که گوش شنوا داره نباشه در گوشهایش اکی نه و فی قلوبهم وقرا صحیح نباشه وقتی که نبود باز میشنوه و الموتا مرده ها که است یبعثهم الله زنده میکنه ایشان را الله متعال کلش ثم الیه یرجعون یسمعون و الموتا لا یسمعون مرده نمیشنوه پس اینجا کافر جاهل منکر در هر عصر که باشه که دعوت تا قبول نکرد مثل چی است؟ مثل مرده یبعثهم الله کلش را زنده میکنه الله متعال کسی که قبول کرده نکرده ثم الیه یرجعون باز کلگی به طرف الله مرجعشان یک جا میروند و قالو باز میگوین لولا انزل علیه آیت من ربه چرا الله یک نشانه روان نمیکنه الله عزب الله استغفر الله العظیم قوم جاهل بدبختی بود که هزارا معجزه را او طرفتر که قرآن خودش معجزه دائمی و ابدی و خالدی پیغمبر علیه السلام بود و مثل آفتاب برشان معلوم بود که پیغمبر بر حق از بازم چی نمیکردن؟ قبول نمیکردن قالوا لولا انزل علیه آیت من ربه قل بگو چرا نمیه لولا چرا نزل نازل کرده نمیشه علیه بالای محمد آیت یک نشانه های قدرت من ربه یک معجزه از طرف پیغمبر انهم طلبوا ان یاتی النبی صلی الله علیه و سلم علی نبوته که یک معجزه را بیاره از اون جمله معجزه چی بود یکی یامی بود که گویا امرایت یک ملک بیاید بگو یکی پیغمبر است که ما ملک را ببینیم صحیح است یا اینی کوی صفا و اینی کوی جبل ابو قویس مثلا یعنی کوی مروه و اینی طلا بگرده و یا همون طرف بر ما میاد پاره دیگه که در سوره یونس می ان شاء الله العزیز و سوره هود که چیست اینی باغ باشه و اینی اینقدر سرمایه باشه بگه که اینی نشانه قدرت الله است که دادش به پیغمبر از این کس دیگه استفاده کرده نمیتونه خو نمیتونه نشانه هم اگر بیا که از این کده واضح تر براتون آمده این کار کردیم قل ان الله بگوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله قادر است ان ينزل آیه که نازل کنه یک نشان قدرت نشانه و علامه را همین قسم معجزه را ولکن اکثرهم لا یعلمون ولیکن اکثر مردم نمیدانند و ما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیء ثم الى ربهم امترسنی ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم دلائل قدرة الله در آية بيشترك خاندم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون دوجة كان تعبير أسخو مخبرتان مختصرش قفتم كي والموتى يبعثهم الله فيه ثلاثة تأويلات ديسي تأويل شن تأويل مختصر مختصر يك مراد از موتى دين جا عبارت از كفار است كنا قلبشان مرده است ومراد از بعث دين جا حشرشان در روز قيامت است حشرشان در چيست در روز قيامت
قلبهایشان مرده و مراد از بعث دوباره زنده شدنشان در روز قیامت است. معنی آیت تو میشه که کفار مثل مرده ها وارست در قلت سمعشان و عدم فهمشان، پس زنده شدنشان الله اینا را زنده میکنه در روز آخرت. و حین اذن یسمعون، باز در اونجا میشنون ولی در اونجا شنیدن برشان سود نداره، فایده نداره. دو، مراد کافر است، بس هدایتشان است به فهم و سمع، صحیح است؟ به فهم و سمع، این دو چیز ندارن. سه، مراد از موتا حقیقت است که راستی میمورن خلاص، وقتی که نفس پایین یافت عمر خلاص شد میمورن، و بعث هم به حقیقتش است. در این صورت باز اخبار است از بعث الله که مرده ها را در روز آخرت چه میکنه؟ زنده میکنه، صحیح شد؟ ولی تأویل اول اکثرا ترجیح میتن. و ما من دابت نیست هیچ جنبنده در زمین، دابه التي يدب على الارض انسانا كان او غيره، آن چیزی که جنبنده ای که در زمین می جنبه، خواه انسان باشه خواه چیز دیگه، ایره دابه میگه. الدابه التي يدب على الارض، او که می جنبه در زمین، خواه انسان باشه یا چیز دیگه، صحیح، حیوان باشه، خردترین شمو پشه باشه که ما تو دیده نمیتونیم، مرچه زرد است که ما تو دیده نمیتونیم، مرچه های است که الله متعال در بین سنگ ها در زیر زمین او را چی کرده؟ پیدا کرده. و هر جنبنده ای که است در زمین، ولا طائر و نه هم یک پرنده ای یطیر به جناحیه که میپره به دوبال خود، الا امم امثالکم، مگر استن در خلق مانند شما، امم امثالکم در خلق هم مانند شما، ما فرطنا فی الکتاب، ما نگذاشتیم ترک نکردیم در اینجا در کتاب، من شیء از هیچ چیز در کتاب، دو مورد دو چیز است، یکی کتاب در علم الله و یا هم مراد از کتاب لوح محفوظ است. ثم الى ربهم، ما فرطنا، ما ترک نکردیم، فی الکتاب در لوح محفوظ، و یا هم ترک نشده در چیز در علم الله، و میشه که از کتاب قرآن هم بگیریم، صحیح به معنی هم میشه که لوح محفوظ هم شوه، علم هم شوه، علم الله هم شوه، و کتاب قرآن هم شوه، بخاطر که قرآن کریم هم آمده تبیانا لکل شی، بیان کننده به هر چیزه. ثم الى ربهم، بعد از او بس طرف پروردگارشان، یحشرون، یجمعون، جمع میشن، والذین کذبوا بآیاتنا، کسانانی که تکذیب کردن به آیات ما، صم و بکم فی الظلمات، اینا چیستن؟ کر هستن و گنگه هستن، فی الظلمات، اصلا ایشان در متارکی های شرک و کفر و بدعت، من یشاء الله یضلل، کسی را که بخواه الله متعال او را گمراه میکنه، گمش میکنه در موجه، و من یشاء و کسی را که بخواه یجعل له، یعنی به هدایت چی؟ توفیق، به هدایت توفیق، یجعل هو میگردانه او را علی صراط مستقیم، برابر براه راست با اسلام. قل بگو ای پیامبر علیه السلام، والذین کذبوا بآیاتنا، اینجا میگه وقت مثل که ذکر کرده اینجا از او پیشتر ذکر حمد الله را کرد، امی قسم باز آمد در بعض خلق کلش ذکر کرد، اتبعه بان وصف من کذبه، پس ایجا آورد پشتش وصف کسی را که تکذیب بکنه به این نشانه های قدرت الله، کلش جایش امیز که مثل از این که گمراه شده باشه، با وجود اینقدر دلائل آشکار و واضح باز هم که قبول نمی کنی، مثل که چیست؟ در گمراهی خود غرق باشی. قل بگوی پیامبر علیه السلام، ارائیتکم، آیا اخبیرونی، ارائیتکم می بینین شما، ولی در اینجا ما ای تو ترجمه می کنیم، مفسر میگه که اخبیرونی، می بینین مرا خبر بتین، ان اتاکم عذاب الله، اگر بیاین عذاب الله، او اتتکم ساعتو، یا بیاین عذاب الله در دنیا، آن چیزی را که شما اقتراح کردین، صحیح؟ آن چیزی را که شما پیشنهاد کردین، پیشنهاد چی بود؟ پیشنهادش ما گفتم در سوره اعراف بر ما میگه که و اذ قال الله ما ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم، اگر راستی تم بر حق هستی، قرآن هم به حق است، خی دیگه امو عذاب که در قیامت میگی امور بر ما در دنیا بیاد، یا سر ما سنگ بریزه، صحیح؟ این چیزی بود که در دنیا خواسته بودن عذاب الله، او اتتکم ساعتو، یا ناچاپ بیای بالای شما قیامت، قیامت بیا، یعنی مراد از قیامت چی گرفته بودیم؟ مرگ، صحیح؟ بمیرین، و همین قسم قیامت به معنی همش که روز حشر شوه.
اغير الله تدعون او غير الله کسی دیگه است که شما او را آواز بکنین که بدرتان بخوره، در دنیا شما او را عبادت بکنین که بدرتان بخوره، آواز بکنین برش که بدرتان بخوره، آوازتان را بشنوه، لبای بر شما چی کنه پیش بیاوه، اما دعای شما را قبول بکنم. ان کنتم صادقین، خبر بتین مرا اگر استن شما راست گویا. بل بلکی تونس ایاه تدعون ایاه تعبدون، بینم یک الله شما عبادت بکنین و آواز هم با یک آواز بمی الله بکنین. تدعون ایجاب معنی خاص خودش هم میگیریم که آواز کردن است، به معنی عبادت هم میگیریم که وقتی که آواز کردی الله را عبادتش هم میکنی. فیکشف و پس دور میکنه ما تدعون آن چیزی که شما آواز میکنین الیه به طرف الله، انشاء اگر بخواه و تنسون و شما فراموش کنین ما تشرکون آن چیزی که شریک میرین به الله. در روز آخرت، در روز آخرت شما بس به طرف الله آواز میکنین و آن چیز را که در دنیا به الله شریک آوردین او را کلش فراموش میکنین. ای تو نیست، بلکه ایاهو به طرف الله تدعون شما میروین آواز میکنین. فیکشف و پس الله دور میکنه، فیکشف ما دور میکنه ما تدعون آن چیز شما آواز میکردین به طرف الله، انشاء اگر خواست، اگر شما را هدایت کرد در دنیا، اگر نیک شما، اگر شما خواستین که در دنیا هدایت شوین، پس آواز را خواست از مفهوم آیت میفهمیم که با کی بکنین؟ به الله. و تنسون و فراموش میکنین ما تشرکون آن چیزی که شما شریک میارین به الله. و همین قسم در روز آخرت اگر نه که شما در شرکتان بمورین، دمی کفرتان بدبختیتان بمورین، در اونجا خودگه کس نیست از او بتایتان و ضل عنهم و کانوا یفترون پیشتر شد سنیست؟ و از پیشتان گم میشه آن چیزی که شما مشرکون بودین، افترا کرده بودین، دروغ گفته بودین، لات و عزات و منات جور کرده بودین، اونا نیست که شما آواز بکنین، مجبورن شما به یک الله آواز میکنین. ولی در اینجا آواز کردنتان به الله به منفعت شما تمام نمیشه، شما را از دوزخ نجات نمیده. بس اگر میخواهین راستی هم پس به الله شما آواز بکنین، پس الله است که شما را باز دور میکنه آن چیزی که شما میطلبین الهی به طرف الله، انشاء اگر خواست. و تنسون و فراموش میکنین شما ما تشرکون آن چیزی که شما چی کردین شریک میارین. ولقد ارسلنا بتحقیق ما روان کردیم الى امم با امتها مردمان من قبل که پیش از تو دیگه پیغمبرا دیگه کتابها از نوح علیه السلام گرفته تا خودت. فاخذناهم پس ما گرفتیم ایشان را بالبأساء والضراء هم بمریضی و هم بفقر و بیچارگی لعلهم تا که ایشان یتضرعون عاجز شوند. یعنی مصیبت های آوردیم سرشان که اگر بفهمند که مصیبت از طرف الله هست. و طبیعی سر وقتی که مصیبت سر انسان بیا زیادتر به الله چه میکنه؟ رجوع میکنه. هر وقتی که مریض شدی باز یاد الله الله میگی، هر وقتی که زلزله شد باز کلمه تا میخونی که لا اله الا الله، بیا از جبر امکنه که نمریم. هر وقتی که دلاب بحر رسیدی که غرق میشدی باز میگی یا الله از جبر نجات بده. مثل که در سوره یونس بر ما میه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. ولی بعد از اینکه باز مصیبت دور شد باز اونمو خرک و اونمو درک میشه، باز اونم گپاست. وقتی که جور شد دیگه باز مثل که هیچ مریض نشده باشه. وقتی که پدرش از سفر آمد باز دیگه خدا را در سفر که بود در مشکل دعا میکنه. وقتی که پدرش رسید باز مثل که هیچ نبوده باشه در اون مشکل. وقتی که قصدار خانهش تک تک کردی الله دیگه مرا نشرمانی پیش از این قصدار. وقتی که رفت دیگه خلاص مثل میخورش مثل قروت واره سعیز. پس این هر چیز در مصیبت انسان الله را چه میکنه؟ زیاد یاد میکنه. یتضرعون اینا تضرع میکنن، عاجزی میکنن. در لعلهم یتضرعون همچنان مفسرین میگه دهی خلاصه دلیل ای است که اینمی واقع میشه تضرع در وقت شدائد، در وقت مشکلات بیشتر میباشه. فلولا پس چرا اذ جاءهم وقتی که آمد برشان بأسنا ام عذاب ما تضرعوا اینا تضرع کردن ولیکن مگر قصد قلوبهم سخت شد قلبهایشان بعد از او. پس از ای که امو بأس و مشکل و مرض و فاقگی و بیچارگی ازشان دور شد باز و زین لهم الشیطان سخت شد قلبهایشان، قصد سخت شد قلبهایشان و زین لهم الشیطان و مزین کرد برشان شیطان ما کانو یعملون آن چیزی که عمل میکردن سیز. حاجی رفت در بیت الله، در اونجا ببینی که طواف هم میکنه، حجر الاسود در خود زیر پای کرده، مردم هم زیر پای کرده بوسه هم میکنه، باز نماز هم میخوره، حج هم میکنه. وقتی که در وطن رسید پس اونمو خرک و اونمو درک است سعیست. باز شیطان برش امو اعمال ناشایسته را
امو زیب و زنیت دنیا را برش چی میکنه؟ مزین میکنه. پس اونمو اعمال صالحه خودم چی میکنه؟ خدا نخواسته خراب میکنه. گرچه ما گفته بودیم که سیئات مثلا که اهل سنت همیز که با ارتکاب چیز معاصی پاداش انشاءالله نمیره تا وقتی که مشرک نشه، ولی آن عهد و پیمانی که امرای الله کرده او را کلش فراموش میکنه، او را کلش فراموش میکنه. فلما نسو، پس هر وقتی که فراموش کردن ما ذکی رو بهی، آن چیزی که پند داده شده بودن به او، فتحنا علیهم، پس ما باز میکنیم بالایشان ابواب کل شی، دروازه های هر چیز را، حتی اذا فرحو، هر وقتی که یاد دیدن خوشحال میشن، حتی وقتی که اذا فرحو خوشحال شون، بما اوتو، با آن چیزی که داده شد برشان، اخذناهم بغتتن. ای بسیار سخت است. الله میگه که خیر او چیزی که حاجی صاحب رفته بود یا دوجه پیمان و عهدی که امرای الله کرده بود و یا هم تعهدی که کرده بود و یا در مصیبتی که الله را یاد کرده بود، در فقر و بیچارگی که الله را یاد کرده بود، بعد از این الله سرش رحم کرد، خب پس آن قلبش پس سخت شد، پس سخت شد. و زین لهم الشیطان و مکان یعملون، مزین کرد بر شیطان آن چیزی که عمل میکنه، گفت خیر نمی کار بکن، باز خدا مهربان است، پیسه داری دیگر است، پس چی میری؟ حج میری، باز رمضان میه، باز توبه میکنی، خیر رمضان خطیر شد، روزید است، جوانی است، باز دیگر رمضان که آمد باز دیگر کمک زیادتر کوشش میکنیم. صحیح؟ باز الله میگه که فلما نسو، وقتی که فراموش کردن ما ذکی رو بهی، آن چیزی که پند داده شد برشان و آن چیزی که یاد کرده بودن از همون تضرع و عاجزی، فتحنا علیهم ابواب شی، الله به اساس دعاها هر چیز هر نعمت ها را برشان فراخ کرد، گناهشان هم بخشید، نعمتایی که از الله خواسته بود یا محمد، از قرض و قرضداری و روزگارم خلاص شد، از مرض و دردم خلاص شد، ابواب کل شی، حتی اذا فرحو، تا او وقت که یا خوشحال شدن، بما او تو با آن چیزی که برشان داده شد، الله میگه خو آل باز گرفتی الله سخت است، اخذناهم بغتتن، الله میگه میگیریمشان ناچاب، بغتتن، ناچاب، هیچ خبر نیست که آل ملک الموت آمد گرفتش. فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، در این وقت باز یا آیس هستن، آیسون، ناامید هستن، هی هی، کاشی کار نمی کردم، ای الله یک روز دیگه خمار وقت بود، نه دیگه عمرت خلاص شد، اگر می کردی، اون وقت تعهد کرده بودی، اون وقت می کردی، ما در فارسی میگیم که آزموده را آزمودن خطاست، صحیح؟ و در حدیث پیامبر علیه السلام است که المسلم لا یلدغ من جحر مرتین، مسلمان، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه، پس یک بار اگر توبه نصوح کردی دیگه بار توبه تا نشکنن. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع پس قطع کرده شد، دابر آخر، دابر چی معنی؟ آخر القوم الذين كفروا، آخرین هم قومی که ظالم شده بودن، ظلموا، والحمد لله، خلاص دیگه اگر عادیا بود هر قدر ظلمی که کردن بالاخره رفتن، با مو جسهای کلان خود بالیدن، با مو عمرهای بیشتر خود نازیدن، بالاخره الله بغتتن یک دفعه گرفتشان، فاصبحوا فی دیارهم جاثمین کان لم یغنوا فیها، گشتن در زمین لاصق چسبیده مثل که هیچ نبوده باشن، و لاشایشان که گفتم میدیدین از هر کلهشان از یک بغل دیوار مسجد کده کلانتر بود، صحیح، ولی عمرشان هم خورترش که میمردن 300 سال و بزرگترش 1000 سال دمو نازیدن، فکر کردن که نه دیگه عذاب الله الهی سر ما نمیه، ما دیگه کس نیست، ملک بیا که طرف ما روح ما را بگیره، علیذ بالله ما که تمشت میزنم شو طرف میره، کی ما را کشته میتونه؟ ای جوانی رسای کو، قدرت رسای کو، دیگر رسای کو، نه، فاخذناهم بغتتن، میگیرشان یک طرفه. فقط یا باز الله از بین برد، قطع کرد دابر آخر قومی که ظالم شده بودن، مشرک شده بودن، ظالمو اینجا به معنی شرک آوردیم، و ظلم تعدی را میگه، شرک هم از جمله بزرگترین تعدی است. و الحمدلله، همه حمد و ثنا و صفت از آن الله است، کدام الله رب العالمین که پروردگار عالمیان است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، ارائیتم، آیا شما مرا خبر داده میتونین، میبینین، این اخذ الله سماکم، اگر الله بگیره امو بینا شنوایی شان را، شنوایی شما را، و ابصارکم بینایی شما را، و ختم و طبع و مر بکنه علی قلوبکم، به قلب هایتان، من اله غیر الله، کیست غیر الله، کسی دیگه، یاتیکم به که بیاره امی سمع شما را، گوش شنوا برتان بتا، ابصارکم امو چشم بینا برتان بتا، و قلب که افقاه و تفقه داشته باشه امو برتان بتا. آیا الله اگر از پیشت بگیره کسی دیگه است؟ نه. انظر، پس ببین ای پیغمبر علیه السلام و ای مخاطب، کیف نصرف الآیات،
چه قسم ما بیان میکنیم آیات های خود را ثم هم یصطفون میگردانیم آیات های خود را بینا ثم هم یصطفون یعرضون اعراضا شدیدا با صدف چی را میگه گشتن بسیار سخت با وجودی که دلائل بسیار قوی را ببینی اعراض بکنی امیر صدف میگه یصطفون قل بگوی پیغمبر علیه السلام ارائیتم اخبرونی خبر بتن مرا ان اتاکم عذاب الله اگر بیاره الله بلای شما عذاب الله را بغتتن ناچاب او جهرتن یا آشکارا قسمی که شما میطلبین هل یهلکو آیا هلاک کرده نمیشه هل به معنی ما پیش گفته بودیم ما که استفهام که آمد و بعد از او که لا آمد او را به نافیه میگیریم ما یهلکو الا القوم الظالمون نه هلاک نمیشه مگر امو قومی که ظلم کردن دیدین در قوم نوح علیه السلام غرق امو کسایی شد که چی شده بود؟ مشرک بودن در قوم هود علیه السلام از بین امو کسایی رفت که مشرک شده بودن پس هر کسی که عمل زشت کرد متوجه خودش میشه یک آیه داریم در سوره انفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بترسید از او عذابی که باز اگر برسه تنها نمیرسه نمو قومی که ظلم کرده باشه او را چه قسم تطبیق میکنیم که تزی؟ تطبیقی تو رست که در او صورت که اگر تو منکر را دیدی منع نکردی امر به معروف نکردی در حقیقت به اونمو جرائم از او تو صحه گذاشتی پس در این صورت اگر تو در او منکر داخل بوده باشی نباشی در او گناه داخل بوده باشی نبوده باشی پس در این صورت که تو سکوت کردی سکوت دلالت به چی میکنه؟ رضایت میکنه اینجا عذاب الهی که آمد بسترام کتش مثل درگران میبره سعیس میگه از خاطر یک شوم سوخت شهر روم الا القوم الظالمون و ما نرسل المرسلین ما نفرستادیم هیچ پیغمبرا را الا مبشرین مگر ای که پیغمبرا دیگر چیز نداشتن سلطهشان امی بود فقط که مبشر و منذر بودن بشیر و نذیر بودن مردم را به جنتهای برین الهی به نعمتهای بزرگ الهی به کامیابی همیشگی دنیا و آخرت مژده می دادن و منذرین من عذابه و مردم را می ترساندن از عذاب الهی که دوزخ است اگر شما قانونمندی الله را قبول نکنین اگر شما الالوهیت الله را قبول نکنین فکرتان باشه که اونجا دوزخ است اونجا عذاب است اونجا دیگه است اونجا دیگه است دوزخ ایتو کیفیت داره ایتو کیفیت داره ایتو صفت داره پس همه را پیغمبر آورد صحیح پیغمبر وسیله در بین الله و در بین بندش که الله متعال توسط پیغمبر علیه الصلاة و السلام هر پیغمبری که بوده علیه الصلاة و السلام توسط اونها پیام خود را به بشریت به مردم رسان به دو چیز یکی بشارت دیگه انذار و ما نرسل المرسلین و ما نفرستادیم هیچ پیغمبری را الا هم اگر فرستادیم مبشرین در حالی که به مردم بشارت میدهند و منذرین بیم میتن مردم را فمن پس ایجا دو طایفه مردم است یا یکی اینمی از انذار پیغمبر ترسیدن و به بشارت پیغمبر عمل کردند و یا هم یعنی قبول کردن امی دعوت پیغمبر را هم در تبشیر بشارت دهنده بشارت دادنش و هم در انذار بیم دادنش گروهی دیگه بود که اونا تکذیب پیغمبر را کردن اونا نه به بشارت پیغمبر ارج گذاشتن و نه هم از انذارش بیم گرفتن اونا هرچی را فقط گفتن که هذه الحیات دنیا نیست مگر اینمی دنیا و ما نحن بمبعوثین نیستیم ما که دوباره چی شویم؟ پیش خواندیم زنده شویم پس هم مغمشان هم دنیا شد از چیزهایی که پیغمبر برشان آورده بود انکار کردن فمن آمنه پس کسی که ایمان آورد به پیغمبر و اصلحه پس خود را اصلاح کرد گناه دارم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه گناه دم است بنده گناهکار الله استم ولی الله به ما گفته که رجوع بکن تا رحمت بخشم صحیح خدا نخواست اعوذ بالله شرکیات در ما بود عقیده خراب بود همی قسم فکری خراب بود سیاست خراب بود پس وقتی که ما فهمیدم در این چی میکنم صد میکنم دیگه این طرف نمیرم فمن آمنه پس ایمان آورد و عمل و اصلحه باز خود را اصلاح کرد ایمان اکترا ایمان به زبان و قلب تا وقتی که خدا اصلاح نکنی نتیجه خوب نداره همو ایمان مورد قبول الله هست که هم در قلب تصدیق بکنی در زبان بگویی و در عمل پیاده بکنی و اصلحه فلا خوف علیهم پس نیست بالایشان اجبیم خوف چه وقت قبل از مصیبت ولا هم یحزنون و نهیشان غمگین می باشن بعد از مصیبت ای خو کسی بود که به بشارت پیغمبرا عمل کرده بود صحیح کسایی که نکرده
والذين كذبوا بآياتنا كزاي كتكذيب كردن بآيات هاي ما كپیغمبر هم قبول نكردن نه بشارت شو و نه هم انذار شه يمسهم العذاب خامخا میرسه برشان عذاب بما كانوا يفسقون با آن چیزی که اینا خروج کرده بودن از طاعت. صحیح فسق چیز خروج از طاعت، يفسقون خروج از طاعت چه رقم کردن که طاعت از پیغمبر نکردن نه بشارتش قبول کردن و نه هم انذارشان. قل لا اقول لكم نفي علم غيب از پیغمبر. صریح ترین آیات یکی همیست یکی در پاره 20 چند جای دیگه در پاره 9 بر ما در سوره اعراف که فقط غیب خاصه الله هست، غیر الله نه ملک مقرب غیب میدانه و نه هم نبی مرسل. وقتی که پیغمبر ندانست غیب را، وقتی که جبرئیل ندانست غیب را، وقتی که اسرافیل ندانست غیب را، پس دیگه موتوخ هیچ نمیدانه، موتو هیچ نمیدانیم. مثل ما قصه پیره برتن کرده بودم در چیز در هندوستان، یک کسی بود او قدر دیرم نمیشه شاید دمی یک قرد شوه نشوه، این میگفت که ما چی دارم؟ مکاشفه دارم، کشف دارم. کشفی مانا که هر چیزی که در سینه تو بخوایی نخوایی ما میدانم. پس این خواسته کیسته؟ الله هست. صحیح؟ و میگفت که در این قبر کسی در عذابم باشه ما میفهم، و کسی اگر در راحتم باشه ما میفهمی خواسته کی هست؟ الله. اگه پیغمبرم در وجود سر قبر علیه السلام خبر شده به اساس وحی خبر شده که در عذاب بود و جبرئیل برش آمد که دو نفره که در عذاب است، یکیش خود را از پیشاب خالی از چکتا نگانه میکرد و دیگه هم نمامت میکرد. صحیح؟ به اساس وحی خبر شده. به اساس چی؟ وحی خبر شده علیه السلام. پس این شاگردش آمد عقیده خوب صحیح داشت، در پالوی پیر صاحب ششت و از جیبش یک چیزش گرفت، به شیخ گفت که ای شیخ امی چیست؟ کشف القبور است؟ گفت چرا نیست؟ این ما دارم کشف میفهم که فلان مرده در چه حالت است. گفت که کشف الصدور است؟ گفت چرا نیست؟ ما سینت میفهم. گفت کشف الجیوب است؟ صحیح؟ مردکه ایران مون چپ شد. گفت وقتی که از جیبت خبر نباشه که ما چیز تمیال گرفتیم، صحیح؟ از جیبت خبر نداریم، از اون مرده که به مترا خاک سر شفتیده و چقدر سال شده که مرده، از اون تو چی خبر داری؟ از سینه ما که پوت است، رازش بین ما و بین الله، از این تو چه خبر داری؟ فبوهی تا شرمنده شد. صحیح؟ پس این چیزایی که دلالت به غیب میکنه او خاص خاصه کیسته؟ الله هست. نه جادوگر میفهمه، نه کاهن میفهمه از کافرها. صحیح؟ از مسلمان ها نه پیغمبر میفهمه، نه صحابه میفهمه، نه ائمه میفهمه، نه ولی خدا میفهمه، هیچ کس نمیفهمه. به ولایت عقیده مند استیم. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولایت در قرآن کریم آمده. والله ولی المؤمنین. الله بهترین کارساز دوست کیسته؟ مؤمن است. کرامت هست، حق است، ولی کرامت را تو به علم غیب نبر. علم غیب دیگه است و کرامت دیگه. و کرامت بفهم که به دست خود ولی نیست، او را الله متعال به قسم اعزاز، به قسم عزت از پیش ولی صادر میکنه تا که با مردم عزت ولی را بیشتر چی کنه؟ ثابت بکنه. صحیح؟ امانه ای که ولی صاحب بگه که ای مردم بین که ما امروز به شما یک کرامت نشان میتونم که امروز خوب باران است، افتاو بیا بالایتان. صحیح؟ این چیزا با دست کسی نیست. صحیح؟ میبینیم که دمو حدیثی که پیش گفتیم اشاره کردیم، جبرئیل میای پیش پیغمبر علیه السلام، هیچ کس نمیشناسش، پیش پیغمبر زانو میزنه میگه که فاخبرنی عن الایمان، از ایمان خبر بده. فاخبرنی عن الاسلام، باز میگه از اسلام خبر بده. فاخبرنی عن الاحسان، از نیکی مرا خبر بده. باز میگه فاخبرنی عن الساعه، مرا خبر بده از قیامت. پیغمبر برش چی میگه؟ مل مسئول عنها باعلم من السائل. ما مسئول از این نیستم چیزی را که سائل، یعنی تو جبرئیل نورده باشی با وجودی که به شکل اعرابی آمدی، ولی وقتی که تو چیزی را نیورده باشی ما او را بفهمم. صحیح؟ باز میگه فاخبرنی عن اشراطها، یا عن اماراتها، از نشانه هایش خوب بگو. این نشانه هایش خوب ما برت وحی کردیم، از طرف الله ما برت آوردیم. باز میگه که انت لد الامه ربتها و انت الحفات العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. باز ببین که علم غیب صحابه به خاطر ندار از این حدیث معلوم میشه که راوی از این حدیث حضرت عمر خطاب رضی الله تعالی عنه و حدیث ده مسلم است. پیامبر علیه السلام به حضرت عمر میگه که یا عمر تو شناختی که سائل کی بود؟ میگه الله و رسوله اعلم. الله و رسولش خوب میشناسم، من نشناختم کی بود. پیامبر میگه که هذا جبریل قد اتاکم یعلمکم دینکم،
ای جبرئیل بود که آمده بود به چهره یک کوچی تا شما را دینتان یاد بده. مجموعه دین همی نمیشد که ایمان شد، عمل شد، احسان شد. صحیح؟ و همین قسم ایمان به این شد که علم غیب غیر خدا کسی دیگه نداره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لا اقول لکم نسبت غیب به ما هم نکنین. سعی کنین که الله متعال خودش به زبان پیغمبر خود نفی علم غیب میکنه. لا اقول لکم، من نمیگم بر شما، عندي خزائن الله، به نزد ما خزانه های الله هست. ولا اعلم الغیب، و نه هم به شما ما دعوا دارم که ما علم غیب دارم. ولا اقول لکم، و نه هم ما به شما میگم اینی ملک، که ما ملک هستم. ان اتبع الا ما يوحى الي، ما پیروی نمیکنم مگر آن چیزی که بر ما وحی شده. پس اگر ما از غیب هم به شما چیز خبر میتم، به اساس چیز وحی است. صحیح؟ اعظمی جمهور اهل سنت و جماعت بدون خلاف به می میگن که آن چیزی که پیغمبر علیه السلام از غیبیات چیز خبر داده، مثل از اشراط قیامت بعضی چیزا به ما گفته، این کلش انباء از غیب است. یکی علم غیب است، یکی انباء عن الغیب، خبر دادن از مغیبات. صحیح؟ او هم به اساس چی؟ وحیه. میگه که ان اتبعو، ما پیروی نمی کنم، الا ما یوحا الی، مگر آن چیزی که بر ما وحی شده. آن چیزی که بر ما وحی شده. در سوره یونس میگه که اگر ما نیست در تو، ما یکونو لی ان ابدلهم من تلقاء نفسی، ان اتبعو الا ما یوحا الی، نیست در توان ما آن چیزی که شما اقتراح و پیشنهاد میکنین ما او را تغییر بتم، که قرآن را تغییر بتم. ما پیروی نمیکنم مگر آن چیزی که برای ما چی شده؟ وحی شده. قل بگو پیامبر علیه السلام، هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا برابر است بینا و کور؟ به دلائل عقلی ما گفته بودیم که این سوره دلائل عقلی ثبوت وحدانیت الله را میکنه. هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا برابر است کور و بینا؟ آیا برابر است کور و بینا؟ آیا برابر است گمراهی و هدایت؟ صحیح؟ اعما ضلالت، بصیر هدایت. افلا تتفکرون، چرا شما فکر نمیکنین؟ در سوره اعراف در پاره 9 برمایت میگه که ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من می بودم که غیب را می دانستم، لست اکثرت من الخیر، باز ما امو چیزهای خیر را به خود چی می کردم؟ زیاد می کردم. ولو کنتو، اگر بودم ما که اعلم الغیب، به غیب علم می داشتم، لست اکثرت، خام خواب زیادت می کردم تمام خیر را به خود. در هر جا که فتح و نصرت می بود از آن خود می کردم. شکست هایی که در جنگ ها خام خواب می آید کلش از خود چی می کردم؟ دور میکردم. مصیبت هایی که می دور میکردم، نه ولا معلومه غیبه نمیدانم. صحیح؟ باز هم تو میره در پاره 12 این آیت را میگه، این هم تو میره. صحیح؟ بالاخره در پاره 20 کاملا نفی میکنه که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگوی پیغمبر قل لا یعلم، هیچ کس نمیدانه، من فی السماوات، کسهایی که در آسمان هاست، نگوی که یده ملائکه غیبه میدانه، نه، ملائکه که در آسمان ها قرار داره اونم غیبه نمیدانه. و من فی الارض، و کسی که در زمین است، ولو که اگر پیغمبر باشه که تو هم باشی غیبه نمیدانی، به خاطر که گفتیم که ولو کنت اعلم الغیبه لست اکثرت من الخیر. صحیح؟ و ما مسانی سو دو جا میگه در پاره 9، باز اگر ما غیبه میفهمیدم بر ما هیچ زشتی و بدی مرا مست نمیکرد، به ما نمیرسید. افلا تتفکرون، چرا شما فکر نمی کنین؟ و انذر به الذین، و بترسن به کسانان را که یخافون، می ترسن ان یحشرو، که اینا جمع شون، حشر شون، الی ربهم، به پروردگارشان. لیس لهم، نباشه برشان، من دونه غیر از الله ولی، نه دوستی ولا شفیع، و نه هم شفاعت کننده ای. ولی نه دوستی ولا شفیع، نه شفاعت کننده ای. پس پیش گفته بودیم که شفاعت جبری نیست. شفاعت همون شفاعت است که شفاعت با اذن و اراده الله باشه. لعلهم یتقون، تا که مردم بترسن از الله. یتقون چی معنی که؟ یفعلون با اوامر الله، عمل بکنن با اوامر الله. و یجتنبون ما نواهیه و زواجره، و اجتناب کنن از چی؟ از نواهی الله و از زواجر الله. دعو اندر به الذین یخافون، ضمیر بهی برمیگرده به ما یوحا. صحیح؟ و انذار عام است به تمام مردم، و خاص شده در اینجا به خاطر که بالذین یخافون، در اینجا
کلام پیش تیر شد و تقاضا میکنه که اینمی قسم بی بیاید، چون که سوره از جمله سوره های مکی است و زیاد مورد خطابش کیست؟ مشتکین مکه، مشتکین مکه. انذر الخائفین میگه ای تو گویا که ترجمه آیت تو میشه که انذر الخائفین، بترسان کسانانه که میترسن، لانه از جهت ازی که لا ينفعهم نفع برسانه برشان الانذار امروز، و اعرض و بگرد عمن تقدم ذکره، از کسی که پیش ذکر شد ذکرش، پیش تیر شد از کسایی که گویا تو را کاهن میگفتن، ساحر میگفتن، جادوگر میگفتن، پس از وای که قبول نمیکنه بگذار. انذر الخائفین، بترسان کسانانی که میترسن، لانه بخاطر کم انذار ينفعهم نفعشان میرسه، و اعرض عمن تقدم و بگردان روی از کسایی که پیش ذکر تیر شد، من الذین، از کسانانی که لا يسمعون ولا يعقلون، نمیشنون و نه هم فکر میکنن. دیگه بر ازو بگو که قالوا سلاما، قالوا سلاما، لیس لهم، نیست برشان من دونه بغیر از الله ولی هیچ دوستی، ولا شفیع و نه هم شفاعت کننده، لعلهم، زود است که اگه ایشان یتقون، بترسد از خدا، فکر کنن که ولی 20 سال وقت ما تیر شد، بیا میشه که بمی چکنه پذیره، با موتو هم میگه که دعوتت خسته نشو، صحیح میشه که دا 100 نفر گپش قبول نکد، میشه گپ تو را چکنه قبول بکنه، میشه که گپ تو سرش بکنه منفعت بکنه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. آیات کریمه نازل شده درباره درخواست بعضی از کلانای قریش که پیش پیامبر علیه السلام آمدن و گفتن که یا محمد، اگر تو امی کسایی که بسیار ارزل از دوین ما، مثل که قوم نوح برش گفته بود، امی کسایی غریب و بیچاره که گرد تو جمع شده، یا را از پیش دور کو، بعد از او باز ما به تو ایمان میاریم. و مرادشان مثل بلال و عمار بن یاسر و عبدالله بن مسعود و حضرت خباب و صحیب اینا بودن، و یا بودن بعض مشرکین با پیامبر میگفتن که ما امکان نداره که ما اینقدر شریف باشیم، اینقدر عزیز در بین خود قوم خود باشیم، ما هر کدام ما در موی دستار و در ریش ما امو چیز جواهر بسیار قیمتی انداختگی است، اینقدر پول و دارایی داشته باشیم، بیایم باز امرای بلال که امرای ما چی بود؟ امرای بلال که پیش ما غلام بود، امرای ازو بشنیم، امرای عبدالله بن مسعود که هیچ چیز نداره امرای ازی بشنیم، یک قخر ترک بچه و هیچ چیز نداره، امرای صحیب رومی بشنیم، نمیشه اینطور. اگر میخوایی که ما خیمان بیاریم به تو، اینا را از اطراف دور بکو، هر وقت که یارا دور کردی باز ما میخوایم که به تو ایمان بیاریم. الله متعال میگه نه، وقتی که کسی ایمان میاره، ایمان آوردن به اساس دنیاداری نیست، اعمال شایسته و منزلت و مرتبتی که به نزد الله هست او به اساس دنیاداری نیست، به اساس پول و اعتبار دنیایی و اکاونت بانکی نیست، به اساس شرکت و به اساس آپارتمان نیست، بلکه چیز دیگی است، او معنویات است که الله او را چی کرده؟ قدر داده. و پیغمبر میگه فکرت باشه، وش کنی که با گفتی از زعمای قریش نشه که بیچاره را چی کنی از اطرافت بکشی، پیغمبر کار نمیکرد. ولی میبینین که شما حتی در سوره عبسه ان شاء الله العزیز اگر زندگی بود که خاط خواندیم در پاره 20 که در پاره 30 ببخشین که پیغمبر عتاب میشه درباره کی؟ عبدالله بن ام مکتوم، عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، او ان شاء الله خاط خواندیم. پس یاد در مورد ازی نازل شده. ولا تطرد و دور نکو الذين كسانان كه يدعون به معنی يعبدون، عبادت میکنن پروردگارشان را، بالغدات و العشی، هم در غدا و هم در عشا، غدا مرادش اول نهار است و عشا بعد از زوال تا صبح صادق، کل شب بنام چی میگه؟ عشی میگه. و العشی، و در عشی، یریدون می طلبن فقدنا وجهه، رضامندی الله را، ما علیک، نیست بالای تو، من حسابهم، از حسابشان، من شیء، از هیچ چیزی، بگذارش به الله، اونا الله را عبادت میکنند، دیگه تو ترکشان کو، بگذارشان به عبادت. اونایی که ایتور شرایط خراب را میمونه و تو
که ما ایمان نمیاریم تا او وقتی که ضعفا و بیچاره را دور نکنی، با وجود کینا بنده های شایسته الله هستند، در این صورت بگذارشان، حسابشان امرای الله هست. ما علیک نیست بالای تو من حسابهم از حسابشان، من شیء از هیچ چیز، و ما من حسابک و نیست از حساب تو علیهم بالایشان، من شیء از هیچ چیز. فتطردهم ای ان تطردهم، اگر بازی ها را دور کردی، فتطردهم ان تطردهم، اگر دورشان کردی ایشان را، فتکون باز تو میشه پیغمبر من الظالمین، از جمله ظالم. از پیغمبر خطاب میکنه، به موتو درس میده که اگر کسی مثلا تو یک حلقه درسی داری، در حلقه درسی در گاجی سب میه ولا امی عمامه و لنگی و چپان من نمیزی و کتمی طالبای خاک پر در اینجا که تو بشنم درس بخوانم، صحیح؟ در درست من نمیایم، با شرط میایم که فلان و فلان و فلان خیلی نباشه، برای زوی یک جدا حلقه جور بکنی برای ما جدا. من نمیزی و که ما با این شان و شوکت و با این دبدبه و موتر و بادیگارد بیم در چی بشنم؟ با درس بشنم. در این صورت نه، اگر با گفته از او، با گفته از او تو را دور میکنی، فتکون من الظالمین، از جمله چیستی؟ ظالم هستی. امام بخاری رحمه الله قصه دور و دراز داره، فقط آخر زندگیش میگه، زمانی که از نیشاپور کشیده میشه، در اونجا امرای محمد بن یحیی زحالی که او از جمله معتزلیا بود مشکل پیدا میکنه، و او بالاخره والی وقت را که چی بود، بچه هارون الرشید بود خلیفه او وقت، مأمون الرشید و خودش معتزلی بود، و بالاخره امام بخاری را از نیشاپور میکشه. امام بخاری زمانی که در سمرقند میرسه، امی آیت برتون میگم، پادشاه یا ملک یا والی سمرقند پیشنهاد میکنه با امام بخاری، امام آمدی اهلا و سهلا، وطنت است، بیا در دربار هفته یک روز دو روز به ما و به بچهای ما درس بخوان. امام بخاری برش میگه اگر درس میخوایی در مسجد بیا، اگر درس میخوانی در حلقه بیا. العلم یزار ولا یزور، علم زیارت کرده میشه، نه اینکه علم زیارت اشراف بکنه، صحیح؟ علم یزار زیارت کرده میشه، ولا یزور زیارت کسی را نمیکنه. امید که بالاخره والی سمرقند دستور میده، میگه برای از اینجا دیگه، در اینجا تو حق زندگی نداری، تو که مرا کتمو چهار تا طالب خاک پرت برابر میکنی، دیگه در اینجا تو حق چی نداری؟ زندگی نداری. امام بخاری میگه اهلا و سهلا. این وقت میباشه که با امام بخاری و دو جهام دو وقت هم تاریخ میگه که مکه و مدینه مثل هر عصر دیگه وره، الله برکت داده بودش، در هر عصر نظر به دعای ابراهیم علیه السلام و دعای پیامبر علیه السلام پیشنهاد میکنن برش که بیا امو حلقه تدریس تا در اینجا شروع بکو، حرکت میکنه به طرف مدینه، مرض قلبی میاد تا نزدیک خانش، سر ثقل قلب میاد و چی میشه؟ وفات میشه. انا لله و انا الیه راجعون. مثل ازی زیاد سلف صالح ما می رقم داریم که اونا به می خاطر قبول نکردن. امام بخاری رحمه الله و امی قسم امام ابو حنیفه رحمه الله، امام ابو حنیفه به خاطر که گپ حاکم ظالم را قبول نکرد، در زندان حتی وفات کرد. چند بار زندانی شد، صحیح؟ بر ابو حنیفه گفت که بیا قضا را قبول بکو، گفت من قاضی نمیشم، من اهلیت قضا را ندارم. گفت که باید قبول بکنی، دروغ میگی. امام ابو حنیفه گفت که اگر من راستگو باشم خو اهلیت ندارم، اگر گپ تو راستی باشه که من دروغگو باشم، دروغگو باید قاضی نشم، صحیح؟ یا من راست میگم که اهلیت قضا را ندارم، و یا هم تو راست میگی که من دروغگو هستم، در هر دو صورت باید من قاضی نشم، صحیح؟ قاضی نمیشه. آل یکی را بگو بیا قاضی میشه به خدا دیگه. یک محترم پشت خانت میره. فتكون من الظالمين، پس میشه تو از جمله ظالما. و كذلك همی قسم فتنا ابتلینا، ما آزمون کردیم کفارا با مؤمنین، بعضهم ببعض، بعضشان را با بعض دیگهش، لیقولو تا که بگوین اها اولئی من الله، همی کسایست که من کرده احسان کرده بالایشان، علیهم من بیننا، از بین ما. این مجلس قرآن بود، این منظر رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با
فضاد مبارك بر شما تفسیر قرآنی خدا درسی حدیثی مصطفی گویان به تو ای پارسا بادا مبارک بر شما این مجلس قرآن بود این منظر رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما ای حافظی خوشخان توی خوشخان و خوش الهان توی خواننده قرآن توی بادا مبارک بر شما قرآن کلامی آن خداست و ای از لسان مصطفی است در سینه ای تو جا بجاست بادا مبارک بر شما این مجلسی قرآن